با سلام سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین خیلی خوش اومدیم به کانال من دوستان عزیز همونطوری که تو صفحه نمایش میبینید امروز میخوایم در مورد موضوع این دیکت فراغه یا سوالهای غیر مستقیم با همدیگه صحبت بکنیم اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع امروزمون ازتون خواهش میکنم اگه تا به الان کانال آلمانی آنلاین رو سابسکرایب نکردید دوست داشتید سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم فعال بکنید که اگر ویدیویی آپلود کردم اعلانش برای شما بیاد مرسی از توجهتون خب میپردازیم به موضوع درسمون و اون این دیرکت فراغه هستش دوستان امروز من قصد دارم البته یه در واقع حالت آزمایشی این کار رو میخوام بکنم که هم به آلمانی بعضی اوقات توضیح بدم جملاتی رو که میگم و توضیح میدم هم به فارسی البته بیشتر تمرکزم رو فارسی خواهد بود اما یه کوچولو هم آلمانی در کنارش توضیح میدم برای دوستانی که شاید دوست داشته باشن که کانال من رو دنبال کنن و فارسی زبان نیستن خب میپردازیم به موضوع درسمون این دقیقت فراغه توضیحشو به آلمانی نوشتم اما به فارسی میگم indirekte Fragen sind Nebensätze. در واقع سوال های غیر مستقیم در واقع نبنزاتس هستند جنسشون نبنزاتس هست دست کنی و شتت امزاتس در واقع فعل کنی ورب میشه فعل صرف شده در آخر جمله میشینه همونطور که یاد گرفتیم در یک نبنزاتس فر در آخر جمله میشینه وی وی گلند هبن، شتید دست کنیگیرت ویب امزتس انده. بای فراغن، میت فراغ ورد، من دست فراغ ورد. که ما در واقع تو اون سالهای مستقیممون از کلمات پرسشی استفاده کردیم فراغ میشه کلمات پرسشی، در اون صورت ما موقعی که در واقع سوال غیر مستقیم رو میسازیم تو نبنزاتسمون از همون کلمات پرسشی استفاده میکنیم برای ربط دادن دو تا جمله به هم بای فراگن اون فراگ ورد بنوتس اوب در سوال هایی که فراگ ورد یا کلمات پرسشی رو نداریم از اب استفاده می که به معنی که آیا هست حالا این توضیحات شاید یکم سنگین باشه الان میایم و بازش می که اصلا فراگ ورد ها چیا هستن خب فراگ ورد ها زیند وان وو, وهر, وهین, وی واس و ور، ویر و سو ویتر also wie viele das habe ich nicht geschrieben kann man auch das hier کلمات پرسشی مثل وان و وهر وان میشه کی و کجا وهر از کجا وهیم به کجا وی چطور واس چه چیزی واقوم چرا ور چه کسی و وی فیله میشه به چه تعداد خب یت فانگن وی میت بایشپیلن ان الان شروع میکنیم با مثال ها و یاد میگیریم که اصلا این دیرکت فراگه چی هست واس überhaupt eine هاوبت این Was hat er gekauft? Das ist eine direkte Frage. In jesoale mustarim hastesch, mustarim muporsidim. Was hat er gekauft? Weißt du? Miduni? Jetzt schreiben wir eine indirekte Frage. Çeçuri, ala minivisim ye? Jomle ye, darwa soale gire mustarim. Çeçuri minivisim. Wir fangen zuerst mit diesem Satz an. Ba in jomle shuromikonim. Weißt du? Miduni? واس، دست مین فراگه ورد، این کلمه پرسشیه منه، ورمی از اینجا. واس ایر، مین سوبیکت، فائلم، گکافت هد. این این نبنزد شده دست کنیگیرده ویب امزد اینده. ببینید، در یک نبنزد فعل صرف شده در آخر جمله میشینه مستقیم قبل از پونکت هد اینجا در Positionen, du, wo nicht weil schon? Frage: äh, Satz, hier, haben uns schon mal Hauptsatz. Weil in ja, wir haben uns schon mal Also hier habe ich eine direkte Frage und meine direkte Frage ist ein Hauptsatz. Deswegen steht das konjugierte Verb an äh, zweiter Position. Aber hier habe ich eine indirekte Frage und steht das konjugierte Verb. I'm ببینید اینجا جمله من پرسشیه ولی دیرکته یه جمله پرسشی مستقیمه فعل من توی جایگاه دوم میشینه چون یه هاپت ساتسه اما اینجا به واسطه ی این جمله اول جمله دوم من دیگه میشه نبن و فعل صرف شده من میره در آخر جمله قرار میگیره اوکی بایش بیله خب اینجا دوباره یه سری مثال ها رو با هم میخونیم Wie funktioniert dieses Gerät? Wie funktioniert dieses Gerät? Können Sie mir bitte sagen? Können Sie mir bitte sagen? Jetzt möchten wir eine indirekte Frage oder eine Frage Also, Wir haben hier zwei Hauptsätze. Wir haben hier zwei Hauptsätze. Jetzt möchten wir eine indirekte Frage bauen oder formulieren. Okay, in Jom Chaimke Jom Leje äh, Darwore Porsechir Rede Wir nehmen zuerst diesen Satz in Jom Lalavar mit Können Sie mir bitte sagen und dann schreiben wir zweiten Satz. Wie funktioniert dieses Gerät? Können Sie mir bitte sagen, wie dieses Gerät funktioniert? hier gibt es einen Nesatz اون steht dasوبوب هم Ende از ببینید اینجا ما جمله پرسشی ما مستقیمه فل در جایگاه دوم نشسته اینجا هم همچنین این البته چون بدون کلمه پرسشیه. بدون کلمه پرسشی ما با فل شروع میکنیم و جایگاه اول و به خودش اختصاص میده. Um, میخوایم یه سوال غیر مستقیم یا این دی frage بسازیم و اول از این جمله شروع می کنیم جمله اول رو می نویسیم می تونید لطفا به هم بگید چجوری این دستگاه کار می کنه کنن زمیه بیت وی دیزز گرت فونکسیونیرد امیدوارم که تا اینجا متوجه شده باشید حالا میریم سراغ بایشبیل یا همون مثال بعدی نیکسز بایشبیل واروم است ار نیشت گکومن وایستو چرا اون آقا نیومده یا نیومد میدونی تو 2 Frage Sätze haben wir hier aber beide sind direkt Jetzt schreiben wir eine indirekte Frage In ja ma 2 تا جمله پرسشی مستقیم داریم حالا می‌خوایم که جمله پرسشی غیر مستقیم بنویسیم و این دوتا جمله رو با هم ترکیب کنیم یکیش میشه هاوپتزاتس اون یکی میشه نبن نبنزاتس وایستو بگینن ویه میت دیزم زاتس وایستو با این جمله شروع میکنیم وایستو واروم شخیبن ویه دس فراگه ورد هیر دیرکت نخت دم کما وایستو وروم یت شخیبش مین سوبیکت الان فایلمو رو مینویسم مستقیم بعد کلمه پرسشی Weißt du, warum er nicht gekommen ما بقیه جمله و ایست میره آخر میشینه تو آخر جمله ازا دیزس ورب ایست شتت امزتس انده وایس دو ار نیشک کومن ایست بدون وایس میتونیم راحت بنویسیم واقوم ایست ار نیشک کومن برای چه اون نیومده آبا میدونی وایس تو ار نیشک کومن ایست میدونی چرا اون نیومده یا نیومد خب میریم سراغ کلمه پرسشی دیگه وهر وهر تو از کجا میای اصولا خب معنی مختلف داره از کجا میای ممکنه کشورت مورد سوال باشه ممکنه مقصدی که اونجا بودی محلی که اونجا بودی سوال در واقع هدف باشه مثلا من دارم از سر کار میام میپرسن که از کجا میای یا من از کشور ایران میام میپرسن از کجا میای در واقع میخوان های ماتلند یا همون وطن تو بدونن کدوم کشوره وهر کومست دو کانست دو میر زاگن زوای دیرکت فراگن هابن ویر هیر کانست دو میر زاگن شرایب ایش دیزن سو زوئرست دان شرایب ایش زویتن ساتس کانست دو میر زاگن میتونی لطفاً به هم بگی یه همیشه اطفالش که کنست انت. کنستون میزاگن. میتونی به من بگی. از کجا شما میایید؟ وهر دو کمست. خب. کلمه پرسشی بعدی. نکست فراغ ورد. است وهین. وهین هست. وهین گست دو. به کجا میری؟ زکمال. بگو. زکمال وهین دو گست. زن زیدن اون تاشید. تفوتو ببینید. هیه. schreiben wir das Verb, das konjugierte Verb direkt nach dem äh, Fragewort, wohin, aber hier ganz an das Ende des Satzes, kamelan der achere Jumle, fellow minivisi. Sag mal, wohin du gehst. Begu, koja dari miri? Äh, badi, ba, wann, also nächstes Beispiel mit äh, wann, wann kommen die Gäste? مهمون ها کی میان؟ وایستو میدونی؟ یتس کنن وی زو شخیبن زو فرمولیغن. الان میتونیم اینجوری بنویسیم وایستو وان دیگه است کومن میدونی که کی مهمون ها میان؟ البته تو نیست ببخشید وایست یمند کسی میدونه؟ کسی میدونه وایست یمند؟ وایست یمند وان دی گسته کومن کسی میدونه که کی مهمون ها میان؟ الزو، زنی دست کنیجیل تر وِب شد آم انته دساتس. ببینید، فیل ساف شودامون در آخر جمله قرار می‌گیرم. مثال بعدی، از نکسوس باشبل. "Verg sind شما چه کسی هستید؟" "Verg sind Sie؟" "Ich kenne Sie من شما رو نمی‌شناسم. شما چه کسی هستید؟" "Sagen Sie uns bitte. بگید لطفا به ما." Jetzt fange ich mit diesem Satz an. Sagen Sie uns bitte, wer Sie sind. Sagen Sie uns bitte, wer Sie sind. Wir kennen Sie nicht. Sagen Sie uns bitte, wer Sie sind. Sagen Sie uns bitte, wer Sie sind. Okay, So alle badi. کمت ساغا مورگن میت؟ خب اینجا ما یه نکته ای داریم و اون اینه که از وی هبن هی این پونکت سو ارکلیرن اون سوار اینجا گفتیم وی هبن هی گزاکت بای فراغن اون فراغ ورد به من اوب تو سوال هایی که ما کلمه پرسشی نداریم اوب رو استفاده می کنیم خب وی هبن هی کین فراغ ورد هی کمزمیهبنیکااگور کمت زاغا مورگن میت سارا فردا میاد ببینید ما اینجا فاگورد نداریم کلمه پرسشی وهر وهین اونهای که با و شروع میشن و نداریم و خود فلو فایل رو جاش رو عوض کردیم و سوال در واقع سوال رو در واقع نوشتیم کوم ساقا مورگن میت سارا فردا میاد با ما میت کمه به معنی آمدن کسی با ما هستش سارا هم میاد در واقع اوخ رو من اینجا ننوشتم همچنین میتونیم هم اونم بنویسیم سارا فردا میاد با همون وایست من کسی میدونه خب اینجا ما کلمه پرسشی نداریم وی هابن هیر کاین فراگه وات واس ما چی باید اینجا بنویسیم؟ کلمه پرسشی نداریم. خب، هیا فروندن وی او benutzen وی اوب Konjunktion. یعنی به عنوان کنکتور یا رب دهنده ما از اوب استفاده می کنیم. چرا؟ چون این کلمه پرسشی نداریم که به معنی که آیا هستش. ویست یه اوب زارا میت یادم رفته بنویسم ویست یمند اوب زارا میت کمت. کسی میدونه که آیا سارا هم با ما میاد میتونیم اینجا اوخ هم اضافه کنیم کنیم وی اوخ اوخیی این فوگن وایست یه مند سارا او اوخ میتکمت کسی میدونه که آیا سارا هم با ما میاد که آیا هستش خب زمانی که ما کلمه پرسشی نداریم از اوب استفاده میکنیم نوخ این بایشپیل یه مثال دیگه وی فیل هتل چه تعداد ستاره این هتل داره؟ ویست دو؟ میدونی تو؟ یتس شخیبین وی این این درکت فراغه ویست دو وی فیل شترنه دست هتل حد؟ حد زینزی شخیبین وی ان دست اند دست ساتسیس ببینید حد رو من در آخر جمله نوشتم تو میدونی هتل چند ستاره است یا چند تا ستاره داره وی فیل شترنه چند تا به معنی چند تا هست شترن میشه ستاره شترن ستاره شترن پلورالش هست ویفل شترن داس هتل هت اوکی تا اینجا بیستاهین مثال هایی که استفاده کردیم برای جملاتی که فاگ ورتا داشتن در واقع کلمات پرسشی داشتن و اونایی که کلمات پرسشی نداشتن گفتیم اونایی که کلمات پرسشی دارن خود کلمه پرسشی رو به عنوان رفت دهنده یه دو تا جمله استفاده میکنیم اونایی که کلمه پرسشی نداشتن جملاتی که کلمه پرسشی نداشتن از اب استفاده میکنیم از این کلاین فزامن فاسونگ یک کوتاه خلاصه بهتون بگم für die Sätze, die Fragewörter haben, also für die Fragesätze, die Fragewörter haben, benutzen wir Die Fragewörter als Konjunktion, aber für die Sätze, die keine Fragewörter haben, benutzen wir äh, ob als Konjunktion. Übungen. یک تعداد بهتون اینجا مثال گفتم که میتونید خودتون میتونید تو خونه تو دفتر براتون بنویسید بر خودتون بنویسید یا اینکه میتونید اگه دوست داشتید تو کامنتار برای من یک کنت از این او هفت شریبن او در این دی کامنتار وان کمت در سوگ از کل آن کنن زی میه زاگن؟ دن اینجا باید خودتون بنویسید وی لنگ دوئت دی فارت نخ دورتموند Können Sie mir sagen? Nummer 3. Hält der Zug auch in Wuppertal? Können Sie mir sagen, von welchem Gleis fährt der Zug nach Essen? Können Sie mir sagen? Und so weiter. خب دوستان امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه حتما تو کامنت برای من بنویسید اگر سوالی دارید یا یک چیزی نامفهوم بوده یا یه چیزی از قلم افتاده خیلی خوشحال میشم که برای من بنویسید و تا ویدیو بعدی ازتون خدافزی میکنن بیز نکست مال